بر اساس گزارش رسانه ها و به گفته منابع محلی حکمت طالبان در بلخاب نظامیان را در برابر حملات احتمالی مولوی مهدی تقویت و تجهیز کردند. به گفته منبع در روزهای اخیر عبدالحق وسیق رئیس عمومی استخبارات حکمت طالبان عبدالرحمن اکا والی ولایت سریپول، عبدالله سرحدی والی ولایت بامیان و همچنان قدرت الله ابو حمزه والی ولایت بلخ به بلخاب سفر نمودند که به گفته منابع این مقام های حکومت طالبان تا یک جلسه امنیتی وضعیت این ولسوالی را بررسی کردند. یک منبع از ولایت بامیان بر رسانه ها گفته است که مقام های حکومت طالبان روز دوشنبه سه اسد در بلخاب گرده هم آمده بودند. همچنان یک منبع که بر رسانه ها گفته است که حکومت طالبان نیروهای خود را در برخ روستاهای بلخاب برای پیشگیری از حمله های احتمالی مولوی مهدی تقویت و تجهیز کردند. گفته می شود در این جلسه مهم امنیتی ولسوال و قماندان امنیه نیز برای این ولسوالی مقرر گردیده است و گفته یه منابع اتا به عنوان ولسوال و عبدالمنان به عنوان فرمانده امنیه بلخاب تعیین شده است. سفر این مقام ارشد استخبارات حکومت طالبان و والی چند ولایت و ولسوالی بلخواب پول پس از نشر اکس های از حضور مولوی مهدی فرمانده ناراضی آنان در کوههای بلخواب انجام شده است. بعد از درگیری های بلخواب و شکست نیروهای مولوی مهدی و متوارشتن آنان به کوها بعد از حدود سه هفته تصاویر از مولوی مهدی فرمانده ناراضی حکمت طالبان و محمد طاهر زهیر با تعداد از افرادش و نشر رسیده بود همچنان دستیار مولوی مهدی و بی بی سی تایید نموده بود که آنان در نبرد خود علیه حکمت طالبان ادامه می دهد و در حال ایجاد اماهنگی بین نیروهای خود می باشد. مولوی مهدی تنها فرمانده از آراتوار حکومت طالبان بود و پس از قدرتگیری آنان به عنوان رئیس استخبارات در ولایت بامیان تعیین شد اما پس از چند ماه از انسمت برکنار شد. این فرمانده ناراضی حکومت طالبان اخیرا از آنان جدا و به ولسوالی بلخا به سری پول رفته بود حکومت طالبان برای دلجویی و چندین هیئت فرستاد ما گفتگوها نتیجه نداد و سرانجام با درگیری سه روزه بین افراد مولوی مهدی و نیروهای حکومت طالبان آنان بلخواب را تصرف کردند اما این جنگ سه روزه هزاران آواره و ده ها کشته به جای گذاشت که هنوز بعد از گذشت بیشتر از یک ماه تعداد زیاد از این آواره ها به خانه هایشان بر نگشتند. اکثر این آواره ها به کوه ها و علاق ها پناه برده بودند که به گفته سازمان ملل متحد این جنگ کم از کم 27 هزار آواره به جای گذاشته و به تعداد 10 هزار آواره آنان به خاطر که در کوه ها پناه بردن هیچ گونه کمک های بشری صورت نگرفته است. نهادهای های کمک رسان همچنان گفته است که در تعداد از کوهایی که این آوره ها پناه بردن حتی راه مرکب و قاطیر نیز نمی باشند. اما مسئولین حکمت طالبان بعد از این جنگ همواره اعلام نموده است که همه باشنده ها و آورشتگان این ولسوالی به سر خانه هایشان بازگردن جنگ ختم شده و هیچ گونه مشکل امنیتی وجود ندارد. تعداد از این آره ها برگشت اما تعداد هم از ترس انتخام جویی نیروهای حکمت طالبان تا هنوز به خانه باز نگشتند.